سلامت باشید. اگر ما فرض رو بریم بگیریم که از گروهمون صعود میکنیم و میریم مرحله یک هشتم، یک شانزدهم، شما اولا دوست داریم با چه تیمی روبرو بشیم؟ ثانیا میشه یک تیکه از اون بازی برام گزارش کنید؟ اگه به حس من باشه، من دوست دارم که فرانسه تو گروه ما باشه. خب برزیل که اون موقع نمیتونه باشه، چون به فرانسه سرگروه دیگه. بله، یعنی باید به پوتا نگاه کنیم دیگه، به اون یا برزیل یا فرانسه. آره دیگه، نه فرانسه، من فرانسه رو دوست دارم. یعنی تیم ایران یه بار خوب فرانسه بازی کردیم، ما ناصر گلر بود. بله، دوستانه توی تولوز بازی کردیم، یه کم بهشون باختیم. بله. ولی خیلی خوب بازی کرد، تیم خوبی داشت. حسن روشن گل ایران به فرانسه میزنه که اون موقع دومینیک روشتو، دیدی اسیس، لاکومبه، اینا همه بازیکن تیم ملی فرانسه بودن که بودن، و تیم ما هم با همه ستاره‌های خودش اون موقع بازی کرده. یکیش دوست دارم که فرانسه باشه. اگه بخوایم بچینیم، باید یه تیمی از آمریکا بندی رو بعد درات. آره، واسه سید بندی رو فکر می‌کنم. یکیش مثلا اگر مثلا اوروگوئه بیاد، یکیش اوروگوئه باشه. اوروگوئه رو دوست دارم به خاطر حالا شرط بعضی از بازیکناش. اوروگوئه واقعا خیلی خوبه. دوست دارم اگه قرار که با تیم آفریقایی هم گروه بشیم، اون تیم مصر باشه. آ، بخوریم کیروش. با کیروش مثلا. شما می‌خواید انتقام بگیریم؟ نه اصلا به خدا، نه به خدا، نه باوکو، نه باوکو. من می‌خوام درون یک انسان اینجوری شاید بهتر دیده بشه. مگه وقتی گل می‌زدن، تیم ملی گل می‌زد اینجوری نمی‌کرد؟ مگه همه نمی‌گفتن که او عاشق ایرانه، او عاشق وطنه، او اصلا نمی‌تونه بدون ایران زندگی کنه؟ می‌خوام ببینم تو وزیران مصر کالاس کیروش چه کار می‌کنه. البته مصر که هنوز صعود نکرده. هنوز نشده. میگم اگه قرار بود مثلا این اتفاق بیفته، نه به خاطر نه با بالکن اصلا، نه مصر و فرانسه و ایران و مثلا یه تیم آمریکا جنوبی. البته شاید ایران با دو تا اروپایی هم گروه بشه دیگه. بله، شاید. به نظر من یه آفریقایی قطعیه تو گروه ایران. 100 درصد. یه آفریقایی قطعیه، حالا میتونه الجزایر باشه، دوباره مثلا مراکش باشه. بعد اگه بریم بالا به کی بخوریم؟ حالا بریم بالا، بعد میخوام اون بازی گزارش کنیم. دیگه حساس زدی نداریم دیگه. ایران برای اولین بار به دور دوم دیگه اون دیگه توی کشتم دیگه برزیل دیگه. برزیل. حریف اون برزیله. مثلا ما تو گروه حالا یا اول شدیم یا دوم شدیم، اون تو گروه اول شد دوم شد، خوردیم توی کشتون به برزیل. بازی هم داره تو دوحه برگزار میشه. خب پس لطفا یه تیکش برامون گزارش کنیم. اون دیگه که دوست داری اتفاق بیفته. خب اوسی که میخوام اتفاق بیفته. رویایی دیگه. ببری بشه. آره. ولی خب به هر حال دیگه. ببریشیم دیگه. سردار آزمون یه حرکت زیبا فرار میکنه، به سمت دروازه میره، نزدیکای نقطه کورنر، حالا توپو میفرسته، مهدی طارمی توی دروازه، تموم کار، ما رفتیم به یک چهارم، ما رسیدیم به یک چهارم، برزیل رو بردیمش. بابا واقعا من که هیجان زده شدم به خدا. ما همینجوری بعد گزارش ها شما رو میشنویم که همه هیجان زده میشیم، ولی از نزدیکم واقعا یه حس خیلی خیلی جذابی داره، خیلی خوب. میگن رویا پردازی، آقا میگن چی؟ آرزو با جوانان عیب نیست. آرزو میکنی، حالا با آرزو با پیران عیب نیست. ما پیریم دیگه، حالا آرزو کردیم دیگه. ولی به نظر من توانایی این اتفاقو داری. جوانای ایرانی، ببین یه سالایی بود که میگفتیم که مگه میشه تو والیبال ببریم، مگه میشه تو بسکتبال ببریم، مگه میشه دختر ایرانی فوتبال برن جام جهانی، مگه میشه هندبال ایران دختراش برن جام جهانی، مگه میشه دختر ایرانی تیراندازی قهرمان بشه، مگه میشه دختر ایرانی تو وشو قهرمان بشه. شدن. بله، قهرمان المپیک شدن. خواهرای منصوریان گلرمون تو تیم ملی فوتبال دخترا، گلرمون تو تیم ملی فوتبال دخترا، تیم ملی هندبال دخترا. پس میتونه، پس ایرانی تو هر جا میتونه خودی نشان بده. پس میتونه برزیل رو هم تو جام جهانی ببره. یه ذره بعد رو ساختار دفاعیمون کار کنیم. من عزیزم فکر کنم واقعا بردیمشون. حالا نیمار مثلا پیرنش کشیده رو سرش، داره مثلا گریه میکنه نیمار. این حس خوبی، نه اینکه از گریه اون خوشحال نمیشم، از خوشحالی بچهای خودمون خوشحال میشم. یه تیم از بازیکنان مورد علاقتون میتونیم بچینیم؟ ایرانی خارجی، هر کدوم خودتون. گلر مارادونا، دفاع چپ مارادونا، دفاع راست مارادونا، وسط مارادونا، لیبرو مارادونا، هافبک وسط مارادونا، هافبک چپ مارادونا، هافبک راست مارادونا، فوروارد همه مارادونا. مربیش مارادونا دیگه. مربیش مارادونا. ولی من با شما خیلی موافقم.